چی شد و اینکه چه اصلا دلیلش چی بوده این کار. میدونیم دیدم تو لایو هم زیاد شده، یکم اونور میگم بذارید احترام بذارید فیلان کنید، یکی نی بگه آخه یزید تو که خودت میای تو لایو الان میگی احترام بذار، آخه سلطان جنگیرها وقتی میای میگی احترام بذار، تو کجا بودی منیجرت داشت اسم منو تو ترکش می آورد منو دیس می کرد، چرا اون موقع بهش نگفتی احترام بذار؟ ها چرا وقتی مثلا ما اینجا گرفتیم روت بذار به بقیه؟ خب حالا که ما اومدیم اینجا ترکوندیمت میگی آقا چرا منو چیر میکنی؟ چرا احترام نمیذارید؟ خب لاشی سر ترک من ایجرت بودی داشت به من دیس میداد، تو مگه اون موقع به من احترام سی بغل همون کسی که اسم منو برده تو ترکش به من دیس داده گفتی من دستم نمیدونم تو استودیو دریل بود دیریل اومد، مگه تو احترام گذاشتی؟ نه به من نه به بقیه، به سبک دیریل اصلا به سبکی که منو چند نفر دیگه داره میخونی مگه تو احترام گذاشتی؟ ها که الان که مچاله شدی الان داداش سوختی الان مچاله شدی بعد حالا میگی به ما احترام بذاری؟ بابا چه فازیه؟ یعنی اون موقع که دیسترک ما رو داشتی میدادین چرا احترام نمیذاشتی؟ حالا که اینجوری شده نه ما باید به نسل یک احترام بذاریم فیلان، ما نسل صفریم، ما نسل منفی چهاریم، هر کسی هستین احترام مساوی احترام، بیادبی مساوی بیادبی، نمیشه شما بیادبی کنی من احترام بذارم، بیادبی میکنی جوابش بیادبی، احترام بذاری جوابش احترامه، بس الان نه دست پیشو بگی بگو احترام نمیذارین احترام نمیذارین، احترام ندیدیم که احترام بذاریم، اگه احترام میذاشتین احترام میذاشتین، بیادبی کردین بیادبی کردم، بیادبی کنین بیادبی میکنم، بیادبی خواهین کرد بیادبی خواهم کرد، میدونین چی بهتون میگم؟ اینجوریه داستان. خب این راجبه این راجبه یه چی دیگه هم میخواستم بهتون بگم که اون هوادارهای تعصبی که مثلا میان چیز میکنن فوش و اینا مینویسن، رفیق شماهایی که اونی که بهش احترام میذارید فن اونی که هستی میاد میگه آقا چرا احترام رو رعایت نمیکنید، بعد وقتی شماها هم میان زیر پست من فوش مینویسین پس هیچ جوره احترام نخواین از سمت من و تیمم و ساید من، هر موقع احترامی گذاشتین ما احترام میذاریم، هر موقع احترام نذاشتین احترام نمیذاریم، ما کسی هم هیچ ترسی نداریم جز خدایی که بالا سرمون، و اینکه حرف آخرم میخواستم بهتون بگم مرسی بابت همه انرژی های مثبتی که دادیم بابت ترک، خدایی خیلی حال کردم همه طرفدارام همه کسایی که گوش دادن ترک دمشون شما مره ما هم پخش شده خارکسته یه وسط را زنگ میزن چی هم تو دهن. خب بعضی هاتون بعد اوست کنید به خدا. خب داشتم میگفتم خیلی میخوامتون، خلاصه که اونایی که انرژی مثبت دادن تا اینجای کار، اونایی که حمایت کردن خیلی دمتون گرم بچه ها، مرسی که واقعا تعصبی نگاه نکردین به قضیه و اونجوری که باید نگاه میکردین نگاه کردین، خیلی خوشحالم این بابت که خیلی با دید باز نگاه کردین به موضوع
و ما واقعا تمام تلاش بذاریم براتون. خلاصه که خیلی عشقی دیگه. دای ست تا میخوامه تا یکی از ویدیو زنهای خوب داشت رام تین یکی امو ویهان میخوامه زیاد سولی به به ستون رف فارس نیوز عشق داشت علی یکی یک آقا همه تون رو دوست دارم. مرسی که گوش دادیم به حرفای من و اینکه دیگه حالا قضاوت با خودتونه دیگه. شما ببینید کی اولش بی احترامی کرد که بی احترامی دید و کیه که الان میاد ادعای احترام میکنه برام. من این خیال حاجی تو همونی هستی که بالا سر ترک دیس من بودی داشتن منو دیس میکردن هیچی نمیگفتیم گفتیم آره بخونین بخونین احترام بذار. نمیشه که داداش 50% بیای فوش بدی 50% احترام بذاری اما هم 100% بخوای احترام بذاری. دیگه حاجی فیلم هندی هم قفله این احتراماتوش بیخیال. دمتون گرم. مرسی بابت همه کسایی که تا اینجا همراه ما بودن. امیدوارم که این جنگیرم حالش خوب بشه به قول داشت علی سلطان و میام سراغتون با ترک های خیلی خفن و جدید. امیدوارم هر جای که هستیم گوت باشیم برای بس. داداشم کپس میخوامت یو آقا ما بریم داشتیم حرفی نداری برای بس. داداش همی همون کس رو میخوامه داداش. سران قطع نکن. بچه ها قرعه کشی جایزه ها هم تو پیج تی ام انجام میشه اونجا دنبالش باشین. خیلی به نظر من ایده جالبی بود که زدیم حالا با هم دیگه چون فکر کنم کسی به دلار این کارو نمیکنه ولی خب اون باز ما این که هوای فنون رو داریم اینجوری عجوره بخواین حساب کنیم باز سمت ما بیشتر هوای فنونشون رو داشته تا کسایی دیگه. داداشم عرفان اصلاحی یک داشت مرشاد گل میخوامه داداش ستون آلمان یک میخوامه داداشم کیکاس عشق ستون لندن داداشم کپس. خلاصه که بچه ها میخوامتون ما بریم دیگه ما بریم. اومدم هم اینجا سر چیز رو روشن کنم که کار باید فیلم میگرفتن روش فیلم گرفتن هم میبینم داشت محید میخوامت داشت بنی آقا ما بریم منتظر ترک جدید باشیم. رفتم بقالی کالباس نداشت.